بعدی اگر عناصر داده شده در جدول زیر مربوط به پنج عنصر متوالی دوره سوم جدول دوره‌ای باشند که به صورت نامرتب قرار داده شدن کدام موارد از مطالب زیر درست هستند راهنمایی کرده ای اولین عنصر دوره مربوطه است خب بچه میگه پنج عنصر متوالی دوره سه عنصر اولش هم گفته ایه توی دوره سه عنصر اول بچه ها, ها. پس عنصر ای نا. مشخص میکنم خب شعا رو داده شعای اینا رو داده 186 به ترتیب توی یک دوره از چپ به راست بچه ها کاهش پیدا میکنه بعد از 186 من عددی که دارم اینجا 160 پس اونصوری که بعد از انا قرار میگیره توی دوره 3 امژه خواهد بود پس بی امجه شوهای بعدی 143 رو دارم که آلمینیوم خواهد بود یعنی بعد از منیزیوم من, من آلمینیوم دارم توی دوره سوم شعای بعدی بعد 143 111 رو دارم که بعد از آلمینیوم سیلیسیومه و بعد از سیلیسیوم هم فوسفور رو خواهم داشت اون رو مشخص کردم میرم سراغ گزینه‌ها ها الف خسلت فلزی عنصر آ یعنی اس SI. بیشتر از عنصر دی است خب این نادرسته چون دی آلمینیوم یک فلزه در حالی که سیلیسیوم شبه فلزه این نادرست قسمت به عنصر ای یعنی ان خصلت فلزی کمتری از B دارد این هم نادرسته چون عنصر ای که انآ باشه گروه یکه و خصلت فلزیش از همه این موارد بیشتر خواهد بود قسمت پ عنصر B یعنی منیزیوم از نظر شیمیایی فعالتر از عنصر دی است این عبارت صحیحه چون منیزیوم گروه دوه نسبت به گروه سیزده یعنی آلمینیوم فعالیت شیمیایی بیشتری داره قسمت ت عنصر ای نسبت به عنصر سی راحتتر الکترون از دست میدهد ای یعنی نا نسبت به فسفر راحتتر الکترون از دست میده این عبارت کاملا درسته چون میدونیم که گروه یک تو لایه ظرفیتش یک دون الکترون داره به راحتی این یه دون الکترون از دست میده به آرایش گاز نجیب داره یه قبل میرسه تعداد موارد درست دو مورد بوده که پ و ت جواب گزینه دو خواهد بود